معمولا خیلی از ماها برای اتصال به اینترنت از مودم استفاده میکنیم. برای اتصال به مودم باید خیلی چیزها رو بدونیم، خیلی چیزها رو رعایت کنیم. به عنوان مثال، اینجا من یک نمونه مودم دارم. این دوتا قسمت آنتن های مودم هم. اینجا پورت تلفنه. این قسمت برای پورت تلفنه. اینجا 4 پورت شبکه است که برای اتصال با کابل لن استفاده میشه. اگر به جای کابل لن از کابل های USB خواستیم استفاده کنیم از این قسمته. اما سعی کنیم بیشتر از کابل لن استفاده کنیم، چون سرعت اینترنتمونم در هنگامی که از کابل لن استفاده میکنیم خیلی بهتره. روی بعضی از مودم ها دکمه VPS تعبیه شده که اگر این دکمه رو فعال کنیم امنیت سیستممون بیشتر میشه. معمولا این دکمه برای زمانی هست که خیلی افراد تو استفاده میکنند و رمز ما رو بر میدارند و هک میکنند و از مودممون استفاده میکنند، که باید اینو فعالش کنیم که از قابلیت دسترسی هکر خارجش کنیم. این دکمه جهت خاموش و روشن کردن وایفاست. تا حالا میتونیم وایفا رو اتصالش رو قطع کنیم و یا نه همچنان برقرار باشه. و کلید خاموش روشن کردن خود مودم. این قسمت هم اتصال آداپتوره که جهت برق مودم استفاده میشه. حالا اگر بخوایم مودممونو به تلفن منزلمون یا محل کارمون، شرکتمون و هر کجا بخوایم اتصال بدیم چطوری؟ اگر به این تصویر دقت کنیم معمولا شاید خیلی راحت متوجه بشیم. اول یک کابل تلفن تهیه می‌کنیم. از پریز تلفن تا یک اسپلیتر. اسپلیتر نوعی دستگاه نویزگیره که انگامی که حالا تلفنمون زنگ می‌خوره ما از اینترنت استفاده می‌کنیم، بدون اینکه اینترنتمون قطع بشه بتونیم همزمان از تلفن استفاده کنیم هم از اینترنت. هنگامی که با تلفن صحبت میکنیم صدای خش و خش نیاد. این نوعی دستگاه نویزگیره که این امکان رو برای ما مهیا میکنه که در آن واحد بتونیم هم از اینترنت استفاده کنیم هم از تلفن. یک سر این کابل تلفن رو به پریز تلفنمون وصل میکنیم، یک سرش رو به ته اسپلیترمون. سر دیگه اسپلیتر دو تا جای کابل داره که یه قسمت اونو به تلفن وصل می‌کنیم همینطور که می‌بینید. یه قسمت دیگه اونو از اسپلیتر وصل می‌کنیم به مودم. دقیقاً اون قسمت که تو این تصویر قبلی بهتون گفتم. این قسمت. به این قسمت مودم اتصال می‌دیم. کابل لنمون یک سرشو به کیسمون یا حتی اگر لپتاپ داریم به لپتاپمون و سری دیگه‌شو به مودم وصل می‌کنیم. بعد اونم کابل برق مودم رو وصل می‌کنیم و مودم رو روشن می‌کنیم. همه اینهایی که گفته شد مربوط میشه به اتصال فیزیکی مودم. تا اینجا که رفتیم، اگر بخوایم تنظیمات داخلی مودم رو انجام بدیم تا تنظیمات اینترنتمون برقرار بشه، لطفاً آموزش بعدیمون رو دنبال کنید.